پنجشنبه 23 آذر ماه 1402 میلادی برابر است با 14 ماه دسامبر 2023 خورشیدی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای این دنیای پهناور هستید، به برنامه های تلویزیون جهانی ایران فردا توجه می فرمایید. صمیمانه ترین درودهای من رو بپذیرید. امروز بعد از مدت‌های مدید برای اولین بار مهمان ارجمندم آقای ایرج مصداقی خواهند بود که معرف حضور همه شما بینندگان گرامی هستند و نیازی به معرفی ندارند. وضعیت داخلی امریکا و اختلافاتی که بین جمهوری خواهان و دموکرات ها هست یک نمایش عجیب غریب بی سابقه ای رو شروع کرده. جمهوری خواهان به دنبال استیضاح کردن جو بایدن هستند بدون اینکه مدرکی رو ارائه بدن و میگن مدرک رو پیدا خواهند کرد. صحبت هایی که رئیس جمهور بایدن کرده در مورد شرایط نوار غزه و در واقع با لحنی تند نسبت به نتانیاهو صحبت کرده و گفته که کاری که داره میشه در نوار غزه به ضرر اسرائیل هست و جامعه جهانی ممکنه که عکس العمل نشون بده نسبت به کاراش. عرض کنم حضورتون وزیر دفاع امریکا و یکی دیگر از دولت مردان وزارت خارجه به اسرائیل رفتن که با نتانیاهو صحبت بکن. اینا مسائلی است که مطرحه و بعد صحبتهایی رو که راجع به خامنه ای میشه و اینکه واقعا این روزا وقتی صحبت میکنه نفسش در نمیاد، معلوم نیست تا کی میخواد، یعنی تا کی این جان سختش رو میخواد ادامه بده و اینطور مملکت ما رو به قهقرا ببره بیشتر از اون چیزی که برده، خودش و شرکاش. من ترجیح میدم در مورد همه این مسائل بنشینیم پای صحبت‌های آقای ایرج مصداقی. با سلام بلند بالا خدمت ایشون و تشکر از شرکتشون در برنامه. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب حجازی، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان مختلف. آقای مصداقی، این جریان حمید نوری در کجای کار هستیم؟ ما الان منتظر هستیم که دادگاه استیناف استکهلم رأی خودش رو صادر کنه. این رأی روز سه‌شنبه 19 ساعت 2 بعد از ظهر صادر خواهد شد یا رسما اعلام میکنن. از شواهد و قرائن برمیاد که حکم زندان ابد رو تایید خواهد کرد. از اونجایی که حمید نوری همچنان در بازداشت به سر میبره، بیانگر اینه که این حکم تایید شده است، وگرنه او رو بعد از 4 آزادش میکردن. نشون میده که بازداشت، ادامه بازداشت او نشون میده که دادگاه تجدید نظر حکم قبلی رو تایید کرده و ایشون به حبس ابد محکوم میشه. این انتظاری است که ما داریم و شواهد و قرائن هم همین رو نشون میده. امیدوارم که هفته آینده خبرهای خوبی در ارتباط با این موضوع برای مردممون داشته باشیم. آقای مصداقی، رئیسی قرار بود بیاد به این جلسه مربوط به محیط زیست
ولی فرار کرده از زیرش. چرا؟ جلسه پناهنده ها پناهندگان، ببخشید. بله ببینید، اول از اون که چند تا موضوع در ژنو برگزار میشه، چند اجلاسه، یکی شورای حقوق بشر اجلاس دوره‌ایش رو داره و کمیسر عالی حقوق بشر هم خودش شرکت میکنه در اونجا، و بعد نکته بعدیش همین مجمع جهانی پناهندگانه و اجلاس سالانه که داره کمیساری های عالی پناهندگان دعوت میکنه از کشورهای عضو که حضور پیدا کنند در یک اجلاس 3 روزه. بعد نکته بعدیش هم سفیر فلسطین در سازمان ملل درخواست کرده که یه اجلاس 3 روزه باشه و در اون به موضوع حقوق بشر در غزه و سرزمین های فلسطین و موضوع قوانین بشر دوستانه مورد توجه قرار بگیره، راجبش صحبت بشه. خب این اجلاس های سطح پایینیه، یعنی حد اکثرش وزرا در اینجا شرکت میکنن، اصولا رؤسای جمهور نمیان در یک اجلاسی در ژنو که راجع به موضوع پناهندگان هستش شرکت کنن. بیشتر میتونه مدیر کلا باشه، معاونت های وزارت خارجه ها باشه، یا حد اکثر وزیر خارجه. از اون جایی که رئیسی نمیتونه به کشورهای اروپایی بیاد و به خاطر پرونده نوری مشکل داره، اینها به امریکا میان در سازمان ملل به خاطر که یک حفره قانونی وجود داره و اونم موضوع موافقتنامه مقر. برای اینکه سازمان ملل یک موافقتنامه داره با دولت امریکا که بهش میگن موافقتنامه مقر، و دولت امریکا موظف به صدور ویزا برای هیئت‌های عضو سازمان ملل. همین موضوع رو ما در ژنو هم داریم. رئیسی هر بار عزم سفر میکنه به نیویورک که به نوعی عرض اندام هم کرده باشه و خودش از تک و تاب نندازه که بله من میتونم سفر کنم، میبینید که میکنم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. و همین کارو میخواستن در طول با ژنو، یعنی یه مانوری بدن، به خصوص در اون که گفته میشه رئیسی نمیتونه سفر کنه یا با خطرات زیادی مواجه هست، میخواست اینجا عرض اندام کنه. ولی بالاخره توی همین حکومت جمهوری اسلامی هم آدمایی هستن که بیشتر از 6 کلاس سواد داشته باشن و شعور بیشتری نسبت به رئیسی داشته باشن، اون رو از سفر باز میدارن که آقا این حماقت محضه. درسته که شما میخوای بری عرض اندام کنی، اما در جایی که هیچ رئیس جمهوری نیست، هیچ رئیس دولتی نیست، هیچ نخست وزیری نیست، هیچ مقام عالی رتبه‌ای نیست، حضور شما فقط به مسخره و مضحکه تبدیل میشه. یک، دو، همزمانیش با دادگاه حمید نوری هم هست و اینکه خب این دوباره موضوع رئیسی رو تو میبره روی صدر اخبار و بالاخره موقعیت رژیم رو متزلزل تر میکنه. البته تبلیغاتی هم بود و رسانه هم کشیده شد که شکایتی صورت گرفته بود برای رئیسی و اینکه این به خاطر این شکایت ترسیده نیومده و این موفقیت و پیروزی، نه اینجوری نیستش. اتفاقا کسانی که چنین ادعایی رو میکنن باید پاسخگو باشن. اگر شما واقعا چنین قدرتی دارید، چنین توانمندی دارید و چنین پرونده پروپیمانی رو تونستید تهیه کنید که اگه رئیسی میومد دستگیرش میکردین، چرا اینو بیرونیش کردید؟ چرا اساسا اینو گفتید؟ خب شما پرونده خودتون رو تشکیل میدادید، انقدر که بهش اطمینان دارید، رئیسی میومد به ژنو و اونجا شما دستگیرش میکردید. ملاحظه میکنید اساسا باید افرادی که چنین ادعایی رو میکنن به این پاسخ بدن که چرا گذاشتید مرغ از قفس بپره، چرا آگاهش کردید؟ ملاحظه میکنید اینا بیشتر تبلیغاته، بیشتر پروپاگانداست و واقعی نیستش. و همین در عرض میکنم اونا هم خودشون میدونن این رو، ولی تبلیغاته دیگه.
ولی رئیسی مشکل داره با پرونده حمید نوری، دولت جمهوری اسلامی مشکل داره، به خاطر اینکه این پرونده پرونده بازیه. حتی اگر بر فرض در یک معامله در آینده بتونن مبادله بکنن حمید نوری رو با گروگان هایی که در ایران دارن، این پرونده با پرونده های دیگه متفاوته. تو پرونده های دیگه خب معامله میکنی پرونده جمع میشه دیگه، تو اینجا اینجوری نیست. برفرض که حمید نوری رو معامله کردی، پرونده رئیسی بازه، پرونده نیری بازه، پرونده همه کسایی که اسمشون تو این دادگاه اومده بازه و اونا باید پاسخگو بشن. برای همین نظام اسلامی در مرحله نخست مبادله نمیخواد، تبرئه میخواد. برای اینکه اگه تبرئه بشه این پرونده جمع میشه، پرونده رئیسی جمع میشه، پرونده کشتار 67 جمع میشه و الان نمیتونن این کارو بکنن. و بنابراین هر اتفاقی که میفته در آینده ما موفقیم و ما پیروز شدیم، ما تا همین جا به حد اکثر خواسته هامون رسیدیم و چیز بیشتری در ما انتظار نداریم. آقای مستاقی، این سوال قبلا هم مطرح شده با شما، آیا قوه قضاییه سوئد مستقل هست و دولت ها در سوئد کنترلی ندارن روش؟ نه مطلقا نداره. دستگاه قضایی کاملا آزاده و هیچ کسی حتی نمیتونه پرسش کنه. من با اطلاع دقیق میگم. ببینید حتی این سیاستمداراشون، مثلا فکر کنید حزب سوسیال دموکرات، حتی تو بحث‌های درونیشون نمیتونن راجع به این پرونده صحبت کنن، چون براشون تبعات سنگینی داره. و واقعا دستگاه قضایی سوئد مستقله و قدرتمنده. دولت سوئد مطلقا وضعیتی که پیش اومده رو نمیخواسته و وسط زمین و هوا گیر کرده. برای اینکه یه سعودی الان در گروه جمهوری اسلامیه، اینطور نیست؟ نه یکی نیست و الان در حدود 4 نفر هم. عجب. بله. و این رو خدمتتون بگم، ببینید موضوع اینه که اینها در یک وضعیت بدی قرار گرفتن. از یه طرف اصل صلاحیت جهانی رو سوئد پذیرفته و باید تبعاتش رو بپذیره که همون تشکیل دادگاه برای حمید نوری بعد از بازداشتش و رسیدگی به جرائمش، جرائمی که سوئد رو ملزم میکنه به خاطر پذیرش اصل صلاحیت جهانی، حالا بایستی این کار رو انجام بده و به بهترین نحو ممکنه انجام بده. این مسئله بسیار مهمه. ولی از یه طرف دیگه سوئدیا معاملاتشون با رژیم رفته رو هوا، دچار بحران شدن. الان یه دیپلمات سوئدی و اتحادیه اروپا بیش از 600 روزه که در زندان به سر میبره در ایران و تحت انواع اقسام فشار است. خب اینها چیزیه که نمیخوان به وجود بیاد، ولی دولت مجبور تمکین کنه. ببینید توی پرونده های مربوط به اصل صلاحیت جهانی دولت باید تشکیل دادگاه رو اجازه بده. در تو دو پرونده حمید نوری هم دولت اجازه تشکیل دادگاه رو داده در دسامبر تو سال 2020، این اجازه رو دولت داد، ولی در همون جا متوقف میشه دیگه بقیه قضیه. یعنی فقط اون اجازه رو میده بله. کنترلی کامل بله. و این هم روتینه، میدونید؟ یعنی بایستی دولت همین فرمالیت هست. تقریبا میتونم بگم دولت ارائه میدن و دولت تقریبا مجبور یا ملزم هست که نپذیره، وگرنه اگه بگه نبخواد نپذیره باید دلیل بیارن. به چه دلیلی؟ منافع ما که نمیتونن بگن که. شما به دستگاه قضایی نمیتونید همچه حرفی رو بزن. آقای مصداقی، این نمایندگان ایرانی که در پارلمان سوئد هستن از احزاب مختلف، اونا چه نقشی دارن؟ نه اونا اول از اون که نمیتونن در این مرحله، در زمانی که این پرونده در دادگاه هست مطلقا نمیتونن دخالت کنن. مطلقا
و حتی اظهار نظر نمیتونم بکنم. این رو باز تاکید کنم، اینه که چون مسئله بسیار بسیار مهمیه، چون پرونده در حال رسیدگی هستش، اینا مقررات خود سوئد هم هستی. پس این مثل که دو نفر نماینده ایرانی داریم توی نه بیشتر هستن. بیشتر هست. یه موقع 9 تا بودن، الان کمتر شده ولی نه زیادتر. ولی خب صحبت هایی در تایید کاری که داره قوه قضاییه میکنه کردن اینا. در تون با دادگاه حمید نوری نه. بله در تون با دادگاه حمید نوری نه. ولی کن خب این تمایل مردم ایران اینه که خب حمید نوری عدالت در ارتباط باش اجرا بشه، این خواسته ملت ایران. بله. و به طبع ایرانی هایی هم که در سوئد هستن همین خواسته رو دارن و عملا نماینده ها نمیتونن از این موفقیت حمایت نکنن یا جایی ابراز نظری مخالف با این. بله. چون بله. آقای مصداقی، شما در گفتگوی دیگری که داشتیم از جلسه‌ای که برای اهدای جایزه به خانم محمدی، نرگس محمدی برگزار شد و دو فرزندش مثل که دو قلو هستن، بله بله، و همسرش آقای تغییر رحمانی اونجا بودن، شما زیاد راضی نبودید برای اینکه گلایه‌ای در این زمینه داشتید. اون گلایه چه بود و الان چه چیزی تغییر کرده؟ ببینید خب من اولی من فکر می‌کنم که این جایزه مهمیه، اگرچه شایبه‌های سیاسی زیادی داره خود جایزه نوبل و اساساً بیشتر جایزه سیاسی هستش، ولی خب وقتی که به یه ایرانی این تعلق میگیره ما باید خوشحال باشیم. و این فرصتی به ما میده که به خصوص همین جایزه نوبل دوباره فرصتی داده که مسئله ایران، مسئله زن زندگی آزادی، مسئله سرکوب ها بیاد در سطح اخبار قرار بگیره. و این خیلی خوبه، برای همه ما خوبه، برای همه کسایی که مدافع صلحن، حقوق بشرن، نمیدونم برابریان، اینا خوبه خیلی به نظر. و چه خوب که خانم نرگس محمدی که برنده جایزه هستن در زندانه، و این یعنی برای اون کشوری که برنده جایزه نوبل رو در زندان کرده این یک شکست بزرگه. اینا برای ما خیلی خوبه. منتها خب من پیام خانم شکست بزرگ برای رژیم ایران رو میفرمایید؟ بله که بله دقیقاً. پیام خانم نرگس محمدی به خصوص خبرای این پیام، چون جایزه نوبل جایزه سوئدی و حالا موضوع نوبل صلح در واقع در نروژ اعطا میشه، برای منشأ نوبل سوئدی است و خب میدونیم سوئد، خود دولت سوئد و مردم سوئد و اساسا این حکومت بهای زیادی رو پرداخته بر سر قضیه حمید نوری. بله. و برگزاری اون بران چند تا از شهرونداش در ایران زندانی هستن. خب ببینید انتظار میره، همه ما انتظار داشتیم که خانم نرگس محمدی در پیامشون برای جایزه نوبل این رو بهش اشاره کنن و این موفقیت جنبش دادخواهی. و اینم بگم خدمتتون، خانم نرگس محمدی موقعی که رفتن زندان برای پایان دادگاه حمید نوری یه پیام دادن همون دو سال پیش، و رژیم در به در دنبال این بود که این پیام به دست بیاره، حتی تو چند تا خونه ریختن، ولی خانم نرگس محمدی این پیام رو رد کرده بودن برای ما و ایشون رو از همونجا دستگیر کردن، رفت زندان و دیگه بیرون نیومد. و خب ما این انتظار داشتیم که این پیام
مطرح در پیام ایشون به موضوع حمید نوری اشاره بشه، چون مسئله ربط سوئد پیدا میکنه، ربط ما پیدا میکنه و مسئله بسیار بسیار مهمیه. حتی این موضوع با همسر ایشون در میون گذاشته شده بود، بعد ایشون خواسته شده بود، حتی پیام خانم نرگس محمدی هم به ایشون داده شده بود که آقا ایشون خانم نرگس محمدی در آخرین روز گرفتن زندان این پیام رو دادن رفتن زندان. و امروز اهمیت این پیام چند برابر میشه، به خصوص که ما این موفقیت رو هم کسب کردیم. در صورت ایشون گفته بودن که این رو در نظر میگیرن و در متنشون میارن، منتها متاسفانه صحبتی که آقای تقی رحمانی کردن همسرشون بعد از جایزه نوبل، خوبی صحبت مطلقا صحبت خوبی نبود. اول از اون که هنگامی که این جایزه رو اعلام کردن که به ایشون اهدا شده، ایشون مصاحبه بسیار نادرستی کردن و این جایزه رو گفتن جایزه تعلق داره به نمیدونم خانم فائزه هاشمی یا تعلق داره یا تعلق داره به آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنمایی. خب اینا اشتباهه. ببینید اولا این جایزه جایزه زن زندگی آزادی بوده، خود اهدا کنندگانش دارن میگن و میدونیم زن زندگی آزادی و به خاطر موضوع حجاب اساسا در ایران اصلا وقتی خواستن جایزه رو بدن همین با زن زندگی آزادی اون خانم که مسئول بود اعلام کرد. بله، خود زن زندگی آزادی در ارتباط با موضوع حجاب بله. مطرح شده. خب آقای میرحسین موسوی خودش یکی از کسای سرکوبگران در ارتباط با حجابه و بعد ایشون بخشنامه حجاب به ادارات ایشون صادر کرده و اون بخشنامه ننگین رو، و خانم زهرا رهنورد درسته اینا زندانی هستن، درسته تحت فشارن، درسته باید آزادیشون رو بخواییم، اما بس بر سری که خانم ایشون ایدئولوگ حجاب هستن و تو دانشگاه در واقع که ایشون ریاستش رو عهده داشتن چه ها که نکردن برای اعمال سرکوب زنان و همچنین فشار برای اینکه اونها رو با حجاب کنن. بنابراین این یا صحبت راجع به غزه و یا مخالفت با آقای ترامپ و یا دفاع از برجام، اینا هیچ کدوم ربطی به جایزه نوبل نداره و نوبل به خاطر اینا ندادن و این به نظر من کار اشتباهی بود. و دعوت از مهمانانی که در نوبل بودن اینا بسیار بسیار منفی بود و متاسفانه از نظر من تلاش شده بود که یه ائتلاف سیاسی اونجا تشکیل بدن. آخه نوبل که جای این نیست، نوبل که شما نباید بیایید اونو بخواید اینو مصادره کنید یا بخواید به نوعی اینو به قول آنهایی برای ها میکرد هایجک کنید. خب این کار غلطیه، برای اینکه خود خانم نرگس محمدی تو ایران انقدر تلاش میکنه تو زندان یه سخفی ایجاد کنه که همه زیرش بیان، از بهایی گرفته تا نمیدونم فلان. بعد شما تو خارج از کشور، شما اگر ملاحظه کنید تنها ویژگی که اونجا میتونم بگم و کسایی که در اون برنامه شرکت داشتن مخالفتشون با شاهزاده رضا پهلوی بود. بله حالا به این موضوع خواهیم پرداخت. بله این حالا گفتم حالا، ولی پیامی که خانم نرگس محمدی دادن به نخست وزیر سوئد به نظر من پیام بسیار خوب، بسیار محکم، بسیار بجا و روی نکات درستی ایشون دست گذاشتن و این شهامت ایشون رو میرسونه و اینکه ما صدای خوبی داریم. میدونید یعنی خانم نرگس محمدی ممکنه اشاره‌ای بفرمایید به پیام ایشون؟ بله، ببینید در پیام خانم نرگس محمدی به نخست وزیر سوئد ایشون تاکید کردن روی اینکه سوئد کشوری است که درش یک حادثه درخشانی اتفاق افتاده و اون برگزاری دادگاه حمید نیست. عجب. و اینکه عدالت در سوئده که این عدالت اجرا شده و بعد تاکید کردن به نقش رئیسی عنوان یکی از اعضای هیئت کشدار که امروز ریاست جمهوری رو به عهده داره و اینکه رئیسی یکی از این جنایتکارانه، با این الفاظ هم یاد شده. و آقای مستاقی چجوری این پیام رو بیرون داده از زندان؟ ببینید در هر صورت در
زندان حالا امکاناتی به وجود میاد یا شرایطی هست که اونها هم صحبتی نمی کنن که کانال هایی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و این پیام بدیم بیرون چگونه است. و خب نمیشه هم راجع به این موضوعات صحبت کرد چون خب کانال ها رو میبندن. ولی که تردیدی در این ماجرا نیست که این پیام خانم نرگس محمدیه، حتی اگه این پیام رو برگرشته باشن. بله خب وقتی خانم نرگس محمدی میگن مال منه، بله، و تأیید میکنن مال ایشونه، حتی اگه من نوشته باشم و به جای ایشون ارائه داده باشم، که اینجوری نیست. من دارم نهایت شرح میکنم. مهم اینه که خانم نرگس محمدی مسئولیت این پیامو به عهده گرفته و به نظر من از فهمای مطلب برمیاد که مال خود ایشونه و بسیار خوبه و به نظر من خیلی قویه، ادبیات خوبی داره و محکمه و این نشون میده که ما میتونیم رو خانم نرگس محمدی حساب کنیم و امیدوارم که تجربه کنن ایشون و اجازه ندن. ببینید الان لابی رژیم در خارج از کشور داره تلاش میکنه که از این جایزه نوبل سوء استفاده کنه و میدونیم در زمانی که خانم شیرین عبادی هم این جایزه رو بردن، به خاطر اینکه ایشون حالا موقع تجربه‌ای هم نداشتن سوء استفاده کردن و ایشون مواضع بسیار نادرستی رو اتخاذ کردن در ابتدا و صحبت‌های نادرستی داشتن. ولی خب امروز تجربه زیادی خانم شیرین کسب کرد و این بایستی خانم نرگس محمدی حواسشون باشه که لابی رژیم هست. من میفهمم این رو باید توجه داشته باشین و بخشی از همون اصلاح طلبای رژیم در درون کشور هستن و اینها به نظر من نکاتی است که خانم نرگس محمدی بایستی بیشتر روش توجه کن. و آقای مستاقی، اون کتاب شکنجه سفید ایشون هم واقعا مؤثر بوده. اساسا ببینید همون تلاشی که کردنشون در زندان مؤثر بوده در این جایزه، دریافت این جایزه و تلاششون تو یک سال گذشته داشتم. البته من موضوع رو خدمتتون بگم، خود اون کتاب شکنجه ایشون هم کتاب خوبیه، البته جلد دومش هم در اومده، من جلد دومش ندیدم هنوز. میگن نقایصی که جلد اول داشته در جلد دوم سعی کردن برطرف کنن، چون به نظر من نیاز بود یه مقدمه بهتری بر اون کتاب داشته باشه، چرا که اون کتاب یه اشکال بزرگ داشت. بدون یک مقدمه درست اون کتاب نمیتونست بیانگر اون چی که در زندانهای ایران میگذره. بله. ببینید چون اون از شکنجه سفید میگن و اینکه افراد رفتن مدتی رو در انفرادی به سر، خب من خودم کسی هم که دوران طولانی بله انفرادی رو پشت سر گذاشتم و شرایط سهمگین تری از انفرادی رو، شرایط قبر و جبر و قیامت و اینها. ولی باید این توجه داشته باشیم که اساساً اون چی که عنوان شکنجه سفید مطرح میشه اینکه شما رو فقط تو انفرادی بندازن، اونم مدتای نه چندان زیاد، اینو به عنوان نوعی تراژدی ما بخوایم ببینیم که البته هست، اما در قبال اون چی که در زندانهای ایران میگذره واقعا این تصویر درستی نیست. ببینید شما برید یه صحنه از اون چی که بر سر خانم همسر فهیمه دوری نوگورانی، همسر سعید امام سره، ببینید چی کارش میکنن. بله بله. ببینید چی کار سر اون افرادی که اطلاعاتی هن، بعضی هاشون رئیس های خود اینا بودن، در میارن. ببینید اکبر خوشگوشکو چی کارش میکنن، چی جوری میزننش، بیخوابیش میدن. خب اینا بخشی از شکنجه تا دهه هفتاده. میاییم جلوتر،
شما ملاحظه بکنید چه بر سر این کسایی که در ارتباط با قتل دستگیر شده بودن متخصصان هسته‌ای، ببینید چه بلای سر اینا بود. خب اینا یه واقعیتایی که تو ایران هست. همین زنانی که میان یا جوانایی که از زندان میان بیرون و خودکشی میکنن، معلوم احتمالاً مورد آزار جنسی قرار گرفتن یا فشارهای شدیدی که اینجوری میزنه بیرون. ببینید اگر یه مقدمه درستی نوشته میشد خیلی بهتر بود و به نظر من اشکالش به اونم برمیگشت. یعنی ما وقتی میخوایم یه کالایی رو عرضه کنیم بگیم که چطوریه، ملاحظه میکنید؟ و این کمک میکنه که اون کار بهتر عرضه بشه. آقای مصداقی، اشاره کردید به دشمنی که ما شاهد هستیم با شاهزاده رضا پهلوی. من طی همین چند وقت گذشته، چند ماه گذشته، یک سال گذشته با کسانی صحبت می کنم که در رسانه ها نمیان و به شدت اصلا نه تصور اینی که بخوان راجب رضا پهلوی صحبتی بکنن یا بخوان راجب شاهزاده مطرح بشه. ایشون الان اکثر این افراد که افراد صاحب نظری هستند و من اجازه ندارم نامشون رو ببرم، این افراد معتقدند که تنها شانسی که مردم ایران دارن شاهزاده رضا پهلوی. ببینید من موضوع خدمتتون بگم، ببینید مثلا توی همین نوبل شما نگاه کنید همه هستن. خب من اگر بودم، من اگر اونجا دستن در کار بودم، خب من میگفتم چرا شهبانو فرای پهلوی نیاد اونجا. اولا ایشون کسی بوده که تبریک گفته به بله خانم نرگس ما، چرا نه، چرا خانواده ایشون شهبانو فرای پهلوی رو دعوت کرد؟ وقتی که شما جایزه رو میگید این جایزه متعلقه به میر حسین موسویه، زهرا رهنورده، فائزه هاشمیه، چرا شهبانو فرای پهلوی نه؟ با اون کارنامه درخشانش. ببینید داستان اینه که خب این حضور شهبانو فرای پهلوی در اونجا از نظر من به ارزش این جایزه میارزه، به ارزش خانم نرگس محمدی هم میافزود. ببینید و بعد ما رو از انحصار طلبی دور میکرد. ببینید نگاه کنید ما رو دور میکرد، ما باید خودمون رو فارغ از این چیزا نشون بدیم. نگاه کنید مشکلی که وجود داره همینه. خب چرا با هر کی میرید ولی به اینجا که میرسه نه؟ شما میرید به دربار نروژ و سوئد، میرید خدمت پادشاه سوئد و پادشاه نروژ، چرا به ایران که میرسه مثلا قرار نیست اینا در حکومتی هم باشن؟ چرا وقتی میرسید اینجا همه لکنت زبون میگیرن همونایی که اونجا میرن؟ ببینید مشکل ما اینه. وگرنه حضور ایشون اگر دوراندیشی میبود و خانواده ایشون، چه عواملی مانع این کارها میشه آقای؟ اولش خود خانواده. من اگر همسرم برنده جایزه نوبل شده بود حتما شهبانو فرای پهلوی رو دعوت میکردم. چرا؟ چون میگفتم ببینید این اول زندگی آزادیه. حالا سوال من اینه،
اگه واقعا این جایزه رو ایشون برای زن زندگی آزادی گرفته، خانم فاطمه سپهری کجای این جایزه است؟ گوهر ایشون اصلی از کجاست؟ شعبانو برای پهلوی و از شاهزاده رضا پهلوی دفاع میکنه. خانواده پویا بختیاری کجا؟ این افرادی که سال گذشته اعدام شدن رو دستشون خالکوبی شیر و خورشید بود، اینا کجان؟ اینایی که از شاهزاده رضا پهلوی دفاع کرده بودن و اعدام شدن، اینا کجان؟ آخه وقتی که ما روز روشن میایم سانسور میکنیم و میایم حذف میکنیم، آخه چطور ممکنه؟ ببینید آقای حجازی، ما وقتی دادگاه حمید نوری تموم شد یه جشنی گرفته بودیم تو سوئد، یه بزرگ داشتی هم تشکر از وکلا، ما اون موقع از همه خواستیم که در اینجا بیان حضور داشته باشن، چون جشن جشن دادخواهیه، فقط مال برای ما نیست، هر کسی رو که بگید، هر کی فکر میکردید در ارتباط با دادخواهی. نگاه کنید از مادران دهه 60 70 حتی گفتین جنبش دانشجویی، ولی به خاطر مشکلاتی از سال 78 به خاطر مشکلاتی که خانواده تحت فشار بودن در ایران و دیگر اعضا، گفتن نه، گفتیم در صورت اگر بخوایم ما استقبال میکنیم. حتی ما اومدیم همین آقای حامد اسماعیلی بود، بله، گفتیم آقا شما هم دادخواهی، شما هم پیام بده، دادن. خانم شیرین عبادی گفتی خانم شما خوب شما هم بدید، خانم شیرین عبادی دادن. همین مسیح علی نژاد، ایشون چون کار کرده بود در ارتباط با این مادرها و اینها، گفتیم خانم مسیح علی نژاد هم بیان در این مراسم. ایشون با بهانه های مختلف و متاسفانه با دروغ های مختلف که اف بی آی نمیذاره و اف بی آی اجازه نمیده و تحت نظرم و از این دروغ و دغل حالا بمانید. خب الان دوباره مطرح شده آقای مستاقی. نه حالا اون یه بحث دیگه است. ایشون همون موقع که تو استکهلم نیامد برای این داستان، دو هفته بعدش برای فیلم خانم سروستانی اومد. خب نه اینا ببینید، شما فکر میکنید همین الان چرا در نوبل شرکت نکردن؟ حتما ایشون و آقای چیز چرا اونجا نیستن؟ اینا که تو همه مراسم هستن اونجا چرا نیستن؟ برای اینکه براشون از نظر من، برای اینکه فکر میکنن اونجا باید بشینن کف بزنن برای یکی دیگه و اونا شهر خودشون رو بالاتر از این حرفا میدونن، یعنی دچار چنین توهمی هستن. ببینید هر کی رو که شما فکر کنید، ما فکر میکردیم تو دادخواهی هست، نه آقا دادخواهی که مال ما نیستش، که ارسیه نیستش، که هرچی بیشتر توش باشن بهتر. هر کسی که روزی جایی علم دادخواهی دست گرفته، فارغ از اینکه کیه و چیه، بیاد اینجا، چرا که نه، ما باید استقبال کنیم. خب وقتی نوبلم میرسه همینه، چرا همه نه، چرا یه بخشی نه؟ این اشکاله. ببینید جناب حجازی، من صحبتم اینه که چطوری ممکنه خانم مثلا عرض میکنم شهبانو فرای پهلوی نه، جایزه نوبل ها، صلح نوبل، ایشون نه، بعد آقای مهتدی آری، تازه همین چند ماه پیش چند نفر از نیروهای خودشون رو کشتن، نه چند سال پیش، چند ماه پیش. چرا؟ چون اونا میخواستن منشعب بشن، میگن آقا شما حق نداری انشعاب کن. چند تا کشته و زخمی، دو نفر کشته، چند نفر زخمی. خب اصلا شما نگاه کنید، اونا خانواده ندارن، اونا مادر ندارن، اونا عزیز ندارن که حتی اسمشون رو ملت نمیدونن، تو صدر اخبار نیستن. حالا اونا که رژیم میکشه همه میفهمن، همه خانواده هاشون هم عزیز میشن، حتما هم هست میشن، ولی اینا اصلا حتی اینم نه. بعد چطور ممکنه؟ چطور ممکنه یکی از خودش نپرسه این چیزا؟
اینه من اگر انتقاد میکنم به این دلیله. و بعد میگم آقا بالاخره پاسخگویی ها کجاست؟ چرا ما نباید پاسخگو بشیم؟ بله آقای مستاقی، بپردازیم به نوار غزه و این فاجعه ای که در جریان هست. انعکاسش در اروپا به چه صورته در سوئدی که شما هستید، و اینکه این علارغم تمام تلاشایی که شده که آتش بس اعلام بشه و راهی برای کسانی که هیچ گونه گناهی ندارند، شهروندهای معمولی هستند، در اون زندان بدون سقف بودن سالها و اینها رو فشار بدن ببرن توی یک محلی که واقعا جای نفس کشیدن نباشه، و اون وقت اونجا نه آب، نه غذا، نه بهداشت و نه هیچی موجود نباشه. بله ببینید، این تراژدی انسانیه، یه تراژدی که جلو چشم ما در اتفاق و هر روز ادامه داره. ولی باید اینو توجه داشته باشیم که این تراژدی جوانب مختلفی هم داره. ببینید ما نمیتونیم از یه جا به قضیه نگاه کنیم. اونایی که در طول این سالها حماس رو پروارش کردن، خب میگن شخص نتانیاهو یکی از اوناست. بله شخص نتانیاهو در واقع اجازه میداده قطر به اینا کمک کنه. بله یا این کمک ها از زیر دست اونا میرفته و توجیه اونا این بوده که اینا اگر به پول و پره برسن احتمال حمله دیگه نداره. این اشتباه بزرگ و علم بکنن در مقابل پیلو. بله این هم که بوده، منتها مسئله ای که وجود داره، چون فهم کردن اگه دو دولت باشه هیچ موقع نمیتونن تشکیل بعد یک دولت فلسطینی و اسرائیلی رو بدن و خود موضوع تشکیل دو دولت میره رو هوا، مادامی که خود فلسطینی آقای مستقی هنوزم که رو هواست و به نظر بله. نه الان که دورتر شده ملاحظه میکنید چنین چشم اندازی، ولی بحث بر سر اینه که موضوع خود مردم فلسطین هم باید انتخاب کنن. ببینید تمام این تونل ها در مناطق مسکونیه، این مردم دارن میبینن و حمایت، یعنی در بیمارستانه، در مسجده، در مدرسه است، در وسط مناطق مسکونی، و این مردم یعنی انتخاب میکنن. وقتی این انتخاب رو میکنی این پیامدها هم داره. این بودجه‌ای که حالا چه اتحادیه اروپا، چه امریکا یا چه قطر و کشورهای عربی اختصاص دادن به غزه، و میدونیم این بودجه صرف بهبود زیرساخت های مورد نیاز مردم نشده. اینو کردنش تونل، بعدم میدونی تو این تونلا خب برای چی تونله؟ برای جنگه، برای چی تونله، برای انفجاره، برای چی تونله؟ برای که توش موشک بزنی. میدونید نقش جمهوری اسلامی اینجا تو چیه آقا؟ بله خب جمهوری اسلامی هم به دنبال منافع خودشه، ملاحظه میکنید. و حالا ما بیایم اینو از این جنبه نگاه کنیم بهش و بگیم بله این تراژدیه، ولی دنیا باید برای این تراژدی فکر کنه، نه فقط اروپایی ها. ببینید خیلی ها، من یه مقام دیدم صحبت میکرد، یه مقام دانمارکی، ببینید توضیح میداد و گفت در سال 1994 حالا یا 92، الان درست خاطرم نیست، دانمارک 300 فلسطینی رو پذیرفته. از این 300 فلسطینی در دانمارک
64% جنایتکار شده و 30% بچه هاشون جنایتکار شده و یه آمار دارن میدن. بله و ولی آقای مصداقی در جای جای دنیا هم میشنویم فلسطینی هایی که آمدن در امر پزشکی در کارهای مختلف فعالیت میکنن، تحصیلات عالیه دارن، خب اینام هستن. بله ما ببینید، من عرضم همینه، اتفاقا این موضوع موضوع پناهندگانی است که دارن میان یا صحبت پذیرش پناهندگانه، ولی دولت های اروپایی هم با این موزل روبرو هست. بله ملاحظه میکنید و این سطح بالا، ما اگر نخواهیم اینو بپذیریم یا نبینیم دوچار مشکل میشیم. دولت مصر الان حاضر نیست بپذیره دیگه. بله و این هم خدمتتون بگم، ببینید در اروپا راست افراطی به شدت داره. نزدیک 2 دقیقه وقت داریم آقای مصداقی. ببینید راست افراطی شدیداً تقویت شد و داره اروپا رو درو میکنه. نگاه کنید، و راست افراطی با دست نشون دادن اینا و دست گذاشتن روی سری واقعیت های درست، خب توجه مردم به خودش جلب میکنه. بله. ولی این راست افراطی وقتی قدرت میگیره اینجوری نیست که با اینو برخورد کنه. اول از همه با ما میکنه، اول از همه با امکانات اجتماعی هم بله. برخورد میکنه. الان در امریکا هم ما با چنین شرایطی روبرو هستیم آقای مصداقی. بله عرضم همینه، و این وقت بازنده اصلی دموکراسیه، بازنده بله. اصلی همین کسانی است که بیشترین آسیب ها رو میبینن، اقشار آسیب پذیر، اونا بیشتر از همه آسیب خواهند دید. بله. و این یه دور تسلسلیه که هممون ضرر میکنیم. بنابراین باید تصمیم اوغلایی گرفت و از این که محکوم کنیم اینو محکوم کنیم اونو محکوم کنیم، اول تو مرغ بود یا مرغ بود، این به جایی نمیرسه. و اینی که من فکر میکنم بله تراژدیه. خب خود اسرائیل هم میگه 12,000 نفر از اینا که کشته شدن افراد عادی هن و 6,000 نفر حماس. خب این آماری که اسرائیل داره، یعنی پس 12,000 تا بیگناه کشته شدن و این 12,000 تا چرا؟ برای اینکه در مناطق مسکونی هست و از سپر انسانی استفاده. آقای مصداقی بی نهایت از شرکتتون در برنامه سپاسگزارم. امیدوارم در فرصت‌های نزدیک نچندان دور بتونیم مجددن از حضورتون در برنامه استفاده بکنم. از بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزارم، و در پایان از رضای کیهان عزیز که کارگردانی برنامه رو مثل همیشه به عهده داره. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.